روز هفتادم، استراحت کردن. گفتگو: شهین، می خواهم بروم یک چرت بزنم. مهشاد: تو باید صدای تلفن را قطع کنی. پیشنهاد خوبی است. می خواهی یک ساعت دیگر تو را بیدار کنم؟ نه ممنون، فقط اجازه بده تا زمانی که خودم بیدار شوم بخوابم. من می خواهم ساعت 6 شام بخورم. بسیار خوب، من فکر می کنم که آن زمان بیدار شوم. اگر بیدار نشدی، بینیت تو را بیدار خواهد کرد. منظورم این است که بوی غذا را حس خواهم کرد. ممکن است خواب شام را ببینی. من فکر نمی کنم خواب هیچ چیزی را ببینم. من واقعا خسته هستم. خوب بخوابی. لطیفه: روزی ملا به جنگ رفت و با خود سپر بزرگی برد. ناگهان یکی از دشمنان سنگی به سر او زد و سرش را شکست. ملا سپر بزرگش را به دشمن نشان داد و گفت: ای نادان، این سپر بزرگ را نمی بینی و سنگ را به سر من می زنی؟ جمله های رایج: گوشت گوسفند دوست داری؟ این نان بیات شده است. گوشت فاسد شده است. غذای تند دوست داری؟ شیر ترش شده است. سوپ خیلی ترش است. شعر: چندان بخورم شراب کاین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خیام. کلمه روز: خلاقیت. خلاقیت معنی. مثال: خلاقیت برای شرکت ما مهم است. ضرب المثل: شاهنامه آخرش خوش است. این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که در کار خود با عجله نتیجه گیری می کنند و قبل از اینکه کاری به پایان برسد در مورد آن قضاوت می کنند. گفتگو: گلاره، بیا یک سوپ سبزیجات درست کنیم. تینا: بسیار خوب، موادش را داریم؟ اجازه بده نگاه کنم. خب، گوجه و پیاز که اینجا هستند. سیب زمینی هم در قفسه است. ریحان و جعفری هم در یخچال هستند. تو دستور تهیه سوپ را داری؟ نه ندارم، اما یک کتاب
آشپزی خوب دارم. عالی است. کتاب را بیاور تا شروع کنیم. اصطلاح روز: توبه گرگ مرگ است. معنی: انسانی که ذاتاً بد است هرگز کارهای بد خود را کنار نخواهد گذاشت. خواندن: ارگ راین از بزرگترین بناهای خشتی جهان است. این ارگ در جنوب غربی شهر راین و در استان کرمان قرار دارد. این بنای تاریخی هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین یکی از دژهای فرمانروایی میرزا حسین خان راینی و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. فرمانروایی پدر و پسر در این ولایت نشانه محبوبیت آنها در این سرزمین است. این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان شناخته شده است. کلمات جدید: حس کردن، شرماور، سپر، قرعه کشی، فشرده، قسم خوردن، فاسد، ترش، شکافتن، مخمور، قرارداد، خشتی، فهمیده، قرنطینه کردن، قضاوت، عزل کردن، بدجنس، عقب کشیدن، توبه، ذاتن، علارغم، عمیق، عجول، میزبان، دژ، فروتن، قاچاق، فرمان روایی، ولایت، فرعی، قدردانی، فرو رفتن.